با عرض سلام گرم و درود فراوان به شما بینندگان محترم، با زنگ سلامت 153 در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و زندگی پر از موفقیت و سلامتی را داشته باشید. خب همینجوری که در این روزها شاهد بازی‌های بسیار زیبای جام جهانی هستید و لذت میبرید، امیدوارم که همتون در عین تماشای این بازی‌های زیبا، حالا قبلش یا بعدش، یه چند دقیقه تا یک ساعتی رو وقت بذارید و برای خودتونم و سلامتی خودتونم کمی اهمیت قائل بشید و با ورزش و تمرین‌های خوب بتونید بدن شاد و تندرستی داشته باشید. با تبریک فراوان به تمام فوتبالیست‌های تیم ملی کشورمان و تمام عزیزانی که در این راه و در این مسیر به این عزیزان کمک کردند، از مربی و کادر فنی و سایر عزیزان گرامی. مخصوصا میخوام یه تشکر خوبی بکنم از همکاران فیزیوتراپیست تیم ملی ایران که دکتر شهاب و سایر همکاران هستن. واقعا اینا زحمات زیادی میکشن و امیدوارم که در کارشون و پیشرفت فیزیکی و سایر مشکلات این فوتبالیستان تیم ملی و سایر تیم‌های فوتبال کشورمان گام‌های بیشتری رو بردارن و بتونن تمام این فوتبالیستا را به موقع و در اسرع وقت به بازی زمین برگردونن و همینجوری که این عزیزان کمک‌های خیلی زیادی می‌کنن، مطمئناً در آینده هم به این طریق ادامه خواهند داد و کمک‌های خوبشون رو در اختیار فوتبالیست‌های عزیز در سراسر کشور خواهند گذاشت. و از همینجا باز یه اشاره می‌کنم که ما بایستی برای تمام ورزشکاران حرفه‌ایمان دسترسی راحت به بهترین و بالاترین استانداردهای فیزیوتراپی را داشته باشیم. هر تیمی یک فیزیوتراپیست یا چند تا لازم داره که بتونن مرتب در اون باشگاه کار کنند و خدمات خوب فیزیوتراپی را به این عزیزان ارائه دهند. خب به مناسبت همین بازی‌های جام جهانی که خیلی لذت بخشه و خیلی همتون استفاده می‌کنید و لذت می‌برید، بنده هم این برنامه را اختصاص میدم به یک مشکلی که برای فوتبالیست‌ها و سایر ورزشکاران من جمله دونده ها پیش میاد که اون هم هست anterior pelvic tilt. در واقع anterior یعنی به جلو، pelvic که همون لگنه، tilt هم که یعنی به جلو حرکت میکنه. anterior pelvic tilt در واقع فرض کنید لگن رو اینجوری در نظر بگیریم که به این حالت حرکت میکنه و در بازیکنانی مثل فوتبال و دونده ها و یه سری ورزش های دیگه این لگن یک کم به جلو حرکت میکنه، در واقع به حرکت داده میشه به اون سمت و دلایل خیلی خوب و جالبی داره که بنده در چند برنامه پیش یک اشاره مختصری به این داشتم، ولی امروز در قالب یک کیس رپورت یک جزئیات خیلی خوبی را از این مشکل خیلی بزرگ برای این عزیزان فوتبالیست و دونده براتون ارائه میدم. خب همجوری که در لیست برنامه ها میتونید ببینید یک برنامه مختص فوتبالیست ها و چند برنامه مختص دوندگان ارائه دادم که عزیزانی که این رشته رو کار میکنن میتونن به این برنامه هم مراجعه بکنن. ولی در فیزیوتراپی وقتی که از anterior pelvic tilt حرف میزنیم و یا میخوایم این بیماری را درمان بکنیم، یک مسیر چند ماهه را باید بریم به جلو و خیلی کار سختیه و به همین لحاظ این که بدونیم کی و در چه مرحله‌ای چه اقدامات و خدماتی را برای این بیماران ارائه بدیم خیلی حائز اهمیت هست که بتونیم بهترین نتیجه را بگیریم. خب قبل از هر چیز بنده یک خلاصه و مقدمه از آناتومی و فیزیولوژی این بیماری بهتون میدم و در ادامه به نحوه درمان آن میپردازیم. بنده در طی چند سال گذشته شاید 20 نفر از فوتبالیست و دونده های مختلف را با این مشکل کمک خیلی خوبی کردم و این کیس راجع به یک آقای 34-5 ساله هست که برای 20 سال فوتبال بازی کرده بود در یکی از کشورهای خلیج فارس که اومده بودن لندن و به خاطر کمردرد اومدن پیش من و متاسفانه علاوه بر این که برای 2-3 سال به فیزیوتراپیست کشورشون مراجعه کرده بودن ولی هیچ کمک شایانی نتونسته بودن بکنن به ایشون و خود فیزیوتراپیست ایشون دیده بود که این آقا میاد لندن، به بنده معرفی کردن و ما هم اینجا در طی یک دوره این کسی که با یک درد خیلی شدید و فرم بدن کاملا داغون، عدم حرکت کافی در خیلی از قسمت‌های کمر و ناحیه لگن، نمی لنگید ولی اینقدر بد را میرفت که هیچ تعادلی نداشت، مرتب از درد مینالید و شاید میتونم به جرئت بگم که بنده اولین نفری بودم که به ایشون گفتم مشکل شما به خاطر این آنتریور پلویک تیلت هست که در واقع لگن به جلو میاد. و در مقالات خیلی زیادی هم دقیقاً به همین نکته اشاره شده که وقتی یک بیماری با کمردرد رو میبینیم بایستی علت اصلی این کمردرد رو پیدا بکنیم که در خیلی از مواقع به خاطر عدم تعادل در سیستم بایومکانیک بدن هست و یا یک سری مشکلات ناشی از پاسچر یا اون فرم بدن و یا عدم تعادل در طول و مقدار تون مایچه هاست که باعث این نوع کمردرد ها میشه که مکانیکال لو بک پین میگیم. در واقع یک سیستم مکانیکی خوب کار نمیکنه. خب ببینید قسمت ناحیه لگن و کمر که حدود 10-15 تا برنامه در رابطه با اون ارائه دادم خدمتتون، در حالت طبیعی میخواد از نظر بایومکانیکی در یک حالت نرمالی باشه که بتونه کارهای زیادی را که از این ناحیه ما میخوایم و بایستی انجام بده را به طور خوبی انجام بده. و در واقع مشکل اصلی در این ناحیه در زمان انجام ورزش ها و فعالیت های مختلفه که خودشون نشون میده و به همین لحاظ اون فرم اصلی بدن را بایستی تا جای ما بهبودی ببخشیم و درست کنیم که علاوه بر ثبات اون ناحیه بلکه هیچ محدودیت حرکتی نداشته باشیم، هیچ مایچه کوتاه نباشه، هیچ مایچه ضعیف نباشه تا شخص بتونه بهترین فعالیت ها را انجام بده بدون هیچ مشکلی. خب ببینید پس همونجوری که اشاره کردم این لگن که دو طرف داریم اینجوری، اینا همزمان جلو میرن و عقب میان. در حالت عادی که به فرم بدن نگاه کنیم یک زاویه 5 درجه در آقایان و 7 تا 10 درجه در خانم‌ها ما در این مفصل داریم، ولی با چشم تقریبا شما از بغل که نگاه بکنید بدن صاف دیده میشه. 5 درجه خیلی چیز کمیه، منتها در فوتبالیست‌ها و دونده ها به خاطر یه سری دلایلی که الان خدمتتون ارائه میدم در طی مدت زمان چندین سال این لگن به جلو میچرخه و مشکلات خیلی زیادی را ایجاد میکنه. یکی از دلایلی که این لگن به جلو میچرخه ضعیف بودن یه سری از مایچه هاست. به عنوان مثال میتونیم به مایچه های رکتوس ابدومینال اشاره بکنیم که مایچه مستقیم شکم هست که از بالا به پایین میره و به لگن وصل میشه. وقتی که این مایچه ضعیف باشه نمیتونه ثبات خوبی رو به اون ماهیه بده و در اثر تمرینات و فعالیت‌های فیزیکی میتونه در دراز مدت باعث این پلویک تیلت بشه. مسئله دیگه‌ای که خیلی حائز اهمیت هست فلکسیبیلیتی و یا کیفیت خوب هیپ فلکسورا و یا خم کننده های مفصل ران هست. در واقع وقتی شما سر پا وایستادین و پاتون رو میارین بالا، مایچه جلوی ران شما هست که با انقباض کردن اون مایچه شما میتونین رانتون رو بیارین بالا. خب وقتی که این مایچه فلکسیبیلیتی و یا حالت ارتجاعی خوبی نداشته باشه، میتونه دچار این پلویک تیلت بکنه یا چرخش لگن، که مهمترین اینا تو این هیپ فلکسورا در واقع ایلیوپسوس مایچه هست که اینم وقتی که یا بعضی وقتا خیلی خشک میشه، بعضی وقتا بیش از حد ازش کار کشیدیم کوفته شده و در بعضی وقتا دچار آسیب میشه که در نهایت میتونه این مشکل چرخش لگن رو ایجاد بکنه. مسئله بعدی مقدار تون و خشکی و کوفتگی مایچه های پایین کمر هست. لور بک ماسل در واقع ارکتور اسپین وقتی که خیلی خشک و کوفته بشه باز میتونه تأثیر داشته باشه رو چرخش لگن و در نهایت مایچه دیگه‌ای که میتونه این چرخش لگن رو با وجود بیاره و یا دخیل باشه در ایجاد اون، مایچه پشت پا یا همسترینگ ماسل هست که وقتی این ضعیف میشه، به عنوان مثال در دونده ها و فوتبالیست ها دو حالت داریم، یا اینا هنوز دچار اون پلویک تیلت نشدن، مایچه پشت پاشون کوتاهه و وقتی که در کسانی که این مایچه بیش از حد کش آورده شده باشه یا دچار یک عدم تعادل و بالانسی باشه و یا شل باشه این مایچه، دوباره نمیتونه به اندازه کافی اون لگن رو ساپورت بکنه، چون مایچه پشت پا میره قشنگ با یه قسمتی هست در پایین لگن وصل میشه که وقتی این شل باشه اون استخون خود به خاطر فشارهای مختلفی که بهش وارد میشه از جاش میتونه حرکت بکنه. در واقع حرکتش خیلی کمه، حالت در رفتگی اینا نداره، ولی به جلو میتونه بچرخه و در نهایت مایچه دیگه‌ای که میتونه تأثیرات بسزایی رو این مشکل داشته باشه، قوی بودن بیش از حد کوادریسپس و یا مایچه جلوی ران هست که این مایچه هم باز میره به بالای این استخون لگن وصل میشه و وقتی که اینم خیلی کوتاه بشه یا قوی بشه باز میتونه همچین مشکلی را تسریع بکنه و به اون اضافه بکنه. خب اینا از دلایل اصلی ایجاد این چرخش لگن هستن. حالا به خاطر چی این مشکلات پیش میاد؟ در کل به خاطر اون تکرار حرکت هاست. ببینید به عنوان مثال شما به فوتبالیست ها که نگاه بکنید، همزمانی که میدوئن یا به دونده ها نگاه بکنید، یه مقدار وزن بدن به جلو میره. در واقع یک کمی شما نمیتونید صاف وایسین و بدوین، در موقع دویدن یک کم به جلو خم میشین و از یک طرف فوتبالیستا چون دستاشون استفاده میکنن اینا در واقع از نای کمر یکم خم شدن و دارن میدوئن و این در طی روزها و ماهها و سالها باعث میشه که اون مایچه خم کننده ران خیلی فشار بهش بیاد و به همین خاطر هم هست که بنده اون همه تأکید کردم در رابطه با نحوه کش آوردن این نوع مایچه های بدن بعد تمرینات و یا گرم کردنش که دو تا برنامه اختصاصی در مورد هم داشتیم. پس بازم اشاره میکنم تمام ورزشکاران عزیز، چه کسایی که میرن تو جیم، چه کسایی که میرن میدونن بسکتبال، والیبال، فوتبال، هر نوع کشتی فرق نمیکنه، شما بایستی حتما قبل از تمرین بدنتون رو گرم کنید و در نهایت کش بیارین که از چنین مشکلات بزرگی جلوگیری بکنید. یه نکته دیگه ای که حائز اهمیت هست، چون این چرخش لگن به جلو در طی چندین ماه و شاید سال به وجود میاد، اون شخص چیزی احساس نمیکنه و به مرور زمان که میره جلو به سن 25-30 که رسید تازه متوجه میشه یا کمردرد داره یا مایچه دیگه ای درد و آسیب پیدا کرده، و اون موقع تازه خیلی از افراد هم فقط به اون کمر نگاه میکنن، در صورتی که علت اصلی اون پلویک تیلت هست که باعث مشکل میشه. به همین خاطر تو انگلیسی اصطلاحاً میگن the root cause of the problem، بایستی به علت اصلی ایجاد مشکل دقت بکنیم که چجوری این مشکل برای یه نفر با وجود میاد، و به همین لحاظ وقتی علت اصلی را پیدا بکنیم دیگه حتما برای رفع اون مشکل هم سعی خواهیم کرد لااقل، و اگه بتونیم کاملا برطرف میکنیم که به زندگی عادی برگردیم. خب اشاره کردم که یکی از دلایل اصلی این پلویک تیلت در واقع عدم تعادل بدن در اون ناحیه لگن هست. در برنامه‌های مربوط به کمر اشاره کردم که ناحیه لگن خیلی پیچیده و کمپلکسه، دهها مفصل به همدیگه وصل میشن، دهها مایچه همزمان بایستی منقبض بشن، منبسط بشن تا یه حرکت انجام بشه. در صورت که ما موقعی که راه میریم با اون مثال یا میدویم یا از پله میایم بالا پایین هیچی حس نمی کنیم، ولی وقتی که به جزئیات اینا نگاه میکنی، به فعالیت این بافت ها نگاه میکنی، واقعا آدم هم لذت میبره، هم انقدر پیچیده و مشکل هست که خیلی از متخصصین هم بعض وقتا مشکل پیدا میکنن که علت اصلی رو چجوری پیدا بکنن. خب برای اینکه این مشکل رو بتونیم حل بکنیم پس نیاز به یک ارزیابی دقیق داریم. در این کیس بنده یا این مریض بنده علت اصلی کوتاهی خیلی شدید و خشکی بیش از حد هیپ فلکسورا بود که در واقع وقتی که این پلویک به جلو میچرخه شما میتونید تصور بکنید که از اونور قوس پایین کمر یا لومبار لوردوزس اون زیاد میشه، یعنی مسئله ها همه به هم ربط دارن و باعث تمام اینا را در واقع همزمان شما مدیریت بکنید در مراحل درمانی که بتونید بهترین نتیجه را بگیرید. خب این آقا رو ما آوردیم، اول چند جلسه با تکنیک های مختلف رو هیپ فلکسورهاشون کار کردیم، با کشش های خیلی خوب، با سری تکنیک های خیلی خوب برای کمردرد ایشون که بعد 7-8 جلسه کمری که بعد 4 سال 5 سال به دهها متخصص مراجعه کرده بود شروع کرد به خوب شدن. و اون موقع که درد اصلی را شما کم کردین میپردازیم به تصحیح کردن و یا کارکت کردن اون فرم بدن که در واقع اون پلویسی که رفته به جلو ما دوباره یکم به عقب برگردونیم. ببینید بارها اشاره کردم وقتی شما این اسکلت بدن رو در نظر بگیرید، این اسکلت به تنهایی هیچ توانایی نداره، اگه یکی از این مدل‌های اسکلت رو بذاریم اینجا میفته. خب شما به این اسکلت نگاه بکنید، اگه ما مایچه‌های سمت چپ بدن رو قوی بکنیم، سمت راست بدن رو قوی بکنیم بدن ما به این ور خم میشه، اگه مایچه‌های این ور رو قوی بکنیم بدن به این ور میره. در واقع با قوی کردن و بالانس درست دادن به این مایچه‌ها در طی یک مرحله چند هفته‌ای تا چند ماهه شما میتونید این پاسچر رو خیلی خوب به اون حالت نرمال برگردونید. علاوه بر این که یک سری تکنیک‌های دستی که دهها تکنیک هست، اینم اشاره بکنم که خوشبختانه یه سری تمهیداتی ارائه شده که بنده شاید بتونم در آینده‌های نزدیک یه سری برنامه ها را از تو خود مطب ارائه بدم خدمتتون که نشون بدیم در عمل ما چجوری این نوع بیماری ها را درمان میکنیم و هم یه تنوعی میشه برای خودتون و همین که یه سری در واقع نصف از دنیای فیزیوتراپی رو که اصلش اونور پشت پرده است و شما نمیبینید و بهتون نشون بدم که بدونید ما فقط ادعا نیست، واقعا نشون بدیم در عمل که چجوری یه بیمار از اول تا آخر خوب میشه. البته این کیسایی هم که بنده برای شما ارائه میدم اینا همه مقالات تحقیقاتی بنده هست که رو اصول تحقیقاتی جلو میریم و مرتب اندازه گیری میکنیم با میجرمنت طول های مختلف و غیره و رو اصول براتون دارم میگم، نه اینکه رو شانس و حدس و گمان. خب این آقا رو ما به 7-8 هفته که رسیدیم درد کمرش تقریبا شروع به بهبودی کرد و اون موقع میایم در واقع مایچه هایی که کوتاهن شروع میکنیم به افزایش طولشون، مایچه هایی که ضعیفن شروع میکنیم به تقویتشون، مفاصلی که محدودیت دامنه حرکتی دارن میاریم به بهترین دامنه حرکتی و اینا زمان خیلی زیادی میبره. در واقع این شخص ما هفته 2 دفعه 3 دفعه می اومدن در مطب تمرین میدادیم با اهداف خاص و بعد تمرین باز یه سری تکنیک های دیگه ای انجام میدادیم. به عنوان مثال همون هیپ فلکسور رو نگاه بکنید، در اون اوایل چون این مایچه کوتاهه تمرین دادن این باعث مشکلات بیشتری میشه. تمرینایی که میگیم لو اینتنسیتی یا یه سری تمرینایی فقط به بافت میدی که فقط یک ایمپالس بهش بدی، یک جرقه‌ای به اون بافت بدی که بعد هم مایچه گرم میشه و هم اون تحریکات رو انجام دادیم با اون تمرینات، بعد میایم اون مایچه کوتاه را طولش رو بیشتر میکنیم که اینم تکنیک های خاصی داره که میتونید خود شما هم عزیزانم این کشش ها رو انجام بدید. با اون مثال میتونیم به تکنیک های اشاره بکنیم که شما رو توپ میخوابیم و پاتون رو آویزون میکنید یا عکس‌های مختلفی براتون نشون میدم، یا توماس تست هست که خیلی تکنیک خوبیه برای کش آوردن این مایچه، و یا در یه جاهایی که مایچه ها ضعیفن، با مثال وقتی مایچه پشت پا ضعیف شده و باعث این اختلال شده با قوی کردن اون، به عنوان مثال از تمرین های مختلف میتونید استفاده کنید، کانسنتریک، اکسنتریک و نوردیک اکسرسایز که خیلی برای این همسترینگ خوبه و بایسی تمام این بافت ها را همزمان یکی را کوتاه کنی، یکی را قوی کنی، یکی را خشکی و کوفتگیش را بیاری پایین و در نهایت این آقایی که با کمردرد خیلی شدید اومده بود بعد 4-5 ماه 1 ساعت 1 ساعت و نیم در هفته 2 دفعه می اومد پیش ما ورزش میکرد و 3-4 روزم در هفته خودش میرفت باشگاه ورزش میکرد و اون شخصی که مثل یک بیمار خیلی بدحال اومده بود مثل یک ورزشکار حرفه‌ای ترخیص شد و رفت، الانم به ورزشاش ادامه میده. پس ببینید بایستی برای اینجور مشکلات اولا به پیشگیری فکر بکنیم. شما فوتبالیستا و دونده های عزیز، من بارها اشاره کردم، بایستی این مایچه های مربوط به آن فعالیت را همیشه بعد ورزش و تمریناتون کش بیارید و از یک طرف هم اگه احیانا حس کردید که مشکلی دارید یا یه مشکلی داره به وجود میاد حتما به درمان اون بپردازید و برای درمانم فقط دنبال آمپول و قرص و جراحی نباشید، چرا که با فیزیوتراپی مدرن و استانداردهای بالای خدمات فیزیوتراپی به جرئت میتونم بگم 80-90% این بیماری ها رو شما میتونید خوب بکنید و اینم یک نمونهش که خدمتتون ارائه دادم. امیدوارم که از ادامه بازی های جام جهانی لذت زیادی ببرید و امیدوارم که تیم ملی ایران هم در سالهای بعد و بازی های بعد به همین منوال جلو بره و بتونیم به قهرمانی ها و شادابی های خیلی بیشتری دست یابیم و لذت ببریم. خب اگه سوال و نظری دارید از طرق مختلف ایمیل و سوشال میدیا و یوتیوب با ما در تماس باشید. در هفته آینده به سوالات خیلی زیادی که شما بینندگان عزیز از طریق یوتیوب برای بنده فرستادید و کامنت هایی که گذاشتید میپردازم و حتما اگه سوال و نظر خاصی دارید تا هفته آینده برای بنده بفرستید که به اونها هم جواب بدم. امیدوارم که حتما روزی نیم ساعت تا یک ساعت ورزش و فعالیت‌های فیزیکی در زندگیتون داشته باشید، چرا که یک وقت نشد متأسفانه برای خیلی از برنامه بنده وقت کم میارم، ولی خب بیشتر از اینم نمیشه دیگه، خسته کننده میشه برای شماها. ولی یکی از دلایل اصلی این پلویک تیلت نشستن زیاده. کسانی که پشت کامپیوتر میشینید، هر از چنگای پاشید، یه بار بدنتون کش بیارید، خیلی راحت میتونید دستتون با پشتتون بذارید به طرف سقف نگاه بکنید که کشش خوبی در اون مایچه‌های خم کننده ران حس میکنید و غیره و غیره. امیدوارم که به سلامتیتون اهمیت بدین و سلامتی خودتون و خانواده و اطرافیان رو در اولویت اول بذارید. حالا چه سلامتی فیزیکی و چه روحی، برای هر دوشون هم ورزش و مدیریت خوب میتونه کمک شایانی بهتون بکنه. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش، خدا نگهدار.